سر بر شانه خدایت بگذار تا قصه عشق را برایت بسیار زیبا بخواند. رضا ابراهیمی هستم دوستان گرامی، یک کلیپ آموزشی رو تقدیم و حضورتون میکنم. این کلیپ رو اختصاص دادم به علائم و نشانهای پلوپ، دونه دونه تیتروار خدمتون ارائه میکنم. این علائم و نشانه های پلومب رو تا اگر پلومبی رو در یک منطقه دیدید اون پلومب رو بتونید به نوعی شناسایی بکنید. اما لایک و سابسکرایب یادت نره، تنها راه حمایت شما همین لایک ها و سابسکرایب شماست و ارسال کامنت لاتین. خیلی زحمتی نداره، یک قلب سفید رو قرمز بکنی خیلی زحمتی نداره، اما همین ها دونه دونه جمع میشه، زیاد میشه و این کلیپ به افراد بیشتری نشون داده میشه و افراد بیشتری کلیپ رو میبینن، روشنگری میشه. اما بریم سراغ علائم و نشانه های پلوم. دوستان گرامی، پشت پلوم باز فضای خالی نبایستی باشه، پشت پلوم بایستی وصل به یک کوه باشه، وصل به یک صخره باشه، وصل به یک تپه باشه و فضای خالی نباشه. به نوعی گنجایش لازم برای ساخت یک سازه در درون اون قسمتی که درب ورودیتون هست، پشت اون بایستی یک فضایی برای ساخت یک سازه وجود داشته باشه. مورد بعدی دوستان گرامی، اون پلمب مکانش نامی باشه، مکانت مقتدر باشه، منبع آبی حتما در شعاع قریبش داشته باشی، در شعاع بعیدش مکان سکونتگاهی، قلعه، روستا، قریه، قصبه رو بایستی داشته باشی. جلوی پلمب جا برای وایستادن بایستی باشه. البته ما در این مورد استثناء داریم، پلمب های استودان ها یا گوردخمه ها دوستان گرامی چون در ارتفاعات هستن جا برای ایستادن نداره. اینها حالا به نوعی یک استثناء هست در مورد پلمب ها، سایر پلمب ها بایستی جا برای ایستادن یک شخص باشه. جنس پلمب بایستی از یک سنگ بسیار مقاوم باشه، یک جوغن بزرگ میتونه در کنار اون پلمب باشه، میتونه اون پلمب شما روایت داشته باشه. پلمب دوستان گرامی، ما پلمب های افقی داریم، عمودی داریم و پلمب های شیبدار. در پلمب های افقی پلمب هامون منظمتر و منسجمتر و یک دستترن. پلمب های عمودیمون دوستان گرامی معمولا شرایط طوری هست که در قسمت تختگاه ها میان. پلمب های شیبدارمون هم در شیب های تند 35 تا 45 درجه میاد که یک سنگ بسیار بزرگی رو در اونجا میگذاشتن برای حالا یک سری موارد، حالا برای به عنوان رانش یا به عنوان سیل، که اون سنگ بسیار بزرگ حفاظت بکنه اون پلمب رو. شکل های پلمب ها دوستان گرامی، من اینجا یادداشت کردم که یادم نره، شکل پلمب ما میتونه به صورت مثلثی یا هشتی باشه، به صورت مربع باشه، به صورت مستطیل باشه. افقی و عمودی و شیبدارش رو هم که خدمتتون عنوان کردم. این هم کلیپ پلمب ما که به پایان رسید. دوستان گرامی، به دنبال تفسیر عکس و کلیپ نباشید. اگر شما واقعا یک کاوشگرید، بایستی یک دازینگ رو همیشه همراهتون داشته باشید. وقتی در طبیعت برای به نوعی دیدن موارد باستانی تشریف میبرید، با دست خالی کاری از پیش نخواهید برد و این دازینگ هست که به شما کمک بسیار بسیاری خواهد کرد.
امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. دوستان گرامی لایک رو فراموش نکن، سابسکرایب رو بزن، دکمش رو، زنگوله رو فعال کن تا اون کلیپی که گذاشتم براتون زیرنویس میاد که من کلیپ جدیدی رو در یوتیوب گذاشتم، اطلاع رسانی میشه و هر چقدر تعداد کامنت های لاتینتون و لایک هاتون بیشتر باشه این کلیپ به افراد بیشتری نشون داده میشه. پس حمایتمون بکنید با لمس صفحه کلید، با صفحه موبایلتون. کار خیلی سختی هم نیست. فکر نکنید که مثلا کانال باستانی رو دنبال میکنید، لایک کردید، شما دیگه به نوعی میان جلو در خونتون چرا این کانال رو نگاه میکنید. دوست عزیز من، اینها همش حرفه. ممنونم از شما. امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل آرامش و امید. بدرود.